اولین ویژگیی که عادتهای خوب دارن هدفگرا هستن مهم. یعنی انسان رو باعث میشه کاری رو انجام بده رفتاری رو انجام بده یا حتی یک چیزی رو فکر کنه مهم. باعث میشه که به یک هدفی رو داشته باشه مهم. و مثل زندگی او هدفمند میشه ما مثلا چیزی که الان هم بین جامعه زیاد وجود داره همین فضای اجتماعی هست بله بله. که اینترنت و موبایل درستان. و شبکه های اجتماعی که در دسترس دست همه قرار داره وقتی که این میتونه به دو سبک باشه یک سبکی باشه هدفدار باشه وقتی که من استفاده میکنم هدفی داشته باشم اگه یک خانم خانداری داخل این مثلا شبکه های اجتماعی میره مثلا به نوع غذا پختن یاد بگیره چون هدفی رو داره یا مثلا یک نوع هنر یاد بگیره خییتی باشه یا هنرهای دیگه ای که الان در فضای مجازی بسیار زیاده اینها از مواردی هست که من داخل فضای مجازی برو با هدف برو خب پس این ای خب پس وقتی که به اون کار هم عادت کنم جز رفتارم او کار بشه یک عادت، خوبی ترقی میشه هدف یعنی یک عادت هدفمند است عادت توسط او میتونه باعث پرورش خودش شود حالا اگر اصلا. هنر باشه یا مطالعه باشه در رابطه با تربیت یا در به با مسائل های اعتماد به نفس و انگیزشی و روانشناسی خیلی عالی است بله اصلا یک اولی که هدف دار باشه ام. دومی که نتیجه داشته باشه یعنی وقتی که من میخوام یک کار رو شروع کنم من با هدف دارم یک هنری رو پیگیری میکنم درستان. ولی به نتی نتیجهش نتیجه هیچ وقت نمیمونه ممکنه چند روزی کار انجام بدم بعدش دیگه یادم بره اصلا انگار که همچین هنری رو نمیخواستم درست. یاد بگیرم درستان. اول انگیزه شدید ده. و دنبال هدف هستیم بعدش به نتیجه از اون فکر نمیکنه ولی ما برای عادت های خوب میگیم که همیشه به عادت که میخوای عادت کنی و یه کاری رو که یاد بگیری درست. و او رو جز استرشت انسان مم. بشه به نتیجه هم نگاه کن این هم یکی از ویچگی های از خب یعنی ها... لا تمام نمانه کاره احسن. بعد حتما یک نتیجه بگیره از اون این نتیجه چجوری حاصل میشه نتیجه زمانی حاصل میشه برای هر فرد متفاوته درست. ولی به صورت کلی زمانی این نتیجه حاصل میشه که تمرین داشته باشه در او یادگیری مثلا ای یک انسان رفته دنبال یک هنری وقتی که اون هنر رو تمرین نکنه مطمئنا یادی اون میره بلکه میگیم برای اون هنر باید تمرین کنه و تا بتونه به یک نتیجه برسه و خوب یاد بگیره بره. و دوم اینکه که برای اون نتیجه که میخواد برسه مدیریت زمان باید داشته باشه ممکنه من با هدف دنبال یک کاری وارد شم ولی زمان ندارم باید به اول فکر کنم که من زمان دارم تا نتیجه از او تا آخر استاد باشم با از او کار درستان. خب پس باید به نتیجه یک عادت خوب یکی به نتیجه او کار هم نگاه کنه درستان. یکی با تکرار میتونه او رو یاد بگیره درستان. یکی با اینکه مدیر... مدیریت, مدیریت کنه یعنی در طول شبانه روز یک وقتی برای او کار حداقل قرار ده تا بتونه موف... باعث موفقیت و پیشرفت او بشه درستان. بعد از اینکه او رو یاد گرفت در مرحله سوم میرسیم به مرحله عمل در مراحل مختلفی کار را عمل کنه وقتی یک خانمی مثلا هنر آشپزی یاد یا مثلا هنر خیاطی رو یاد گرفت در مراحل مختلفی رو اجرا کنه ای به این مرحله عمل میرسه درسته. این مرحله عملی که باعث رشد و پیشرفت انسان درسته. میشه ممکنه هدف او انگیزه رو در انسان مم. ایجاد کنه بعدش تمرین به نتیجه خوب هم برسه ولی وقت عملی شد در زندگی ما یعنی در به صورت مثلا روزهای مختلف اون کار رو تکرار مم. کردیم این دیگه او عمل مخت... باعث میشه که یک چیز عملگرا باشه و از ویژگی های عادات خوب هست خب و اما عادت های بد مم. عادت های هم ویژگی های در زندگی انسان داره و اثراتی ازی در زندگی داره ویژگی میگن که ما داریم که وقتی که انسان ما کاری رو عادت کنه اول تفکر کنه که این کار م خوبه یا کارم بده یعنی اول تشخیص بده تشخیص بده آه. خب حال این تشخیص رو هم ما گفتیم که او ویژگی های خوب رو دیش که یک عادت خوبه اگه او ویژگی های خوب رو ندیش یک عادت بده و این رو هم بدانه که اگر ابتدا ماییم که عادت ها رو ایجاد میکنیم و از اونها پیروی میکنیم و بعد از او عادت ها زندگی ما رو تغییر میدن حتی میتونه یک عادت زندگی ما رو بسازه یا یک عادت بایس موفقیت میشه باعث شکست, شکست میشه شکست میشه خب اه، 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 کلامی هست که میفرمایم برای هر عادت ها برای هر انسانی سلطنتی است پس انسان خوبه که او سلطان رو از خود یک عادت خوبی بسازه مم. چون بر هر انسان وقتی حاکم بشه درست. او عادت عادت وقتی حاکم و سلطان انسان بشه انسان به همون سمت و سو میره خب اما... حساب ما چطوری باید تشخیص بدیم مثلا فکر کنیم مثلا ما میگیم که این عادت خوب یا عادت بد اینقدر تکرار شده که شده جزء وجود ما درست شده بله. درست طبیعت ما خب ما چه خاص رو تشخیص بدیم گاهی وقتا دیگه او قدر بر ما طبیعی شده او را در روزمره پیش میبریم انجام میدیم ما فکر نمی که دیگه این اصلا جزء عادات زندگی بیست میگیم رفتار ما سینه دیگه یعنی رفتارهای ما در زنگ... زندگی خب ما از کجا تشخیص بدیم خود ما نتونیم نی بله این که ما مسائلی که خود ما تشخیص نمیدیم حتما از افراد دیگه کمک بگیریم آه. چون این کمک گرفتن از افراد دیگه حتی محاسبه کردن خود فرد که مثلا من از صبح تا شب فکر کنم من چه کارهایی را انجام دادم ممکنه من یک کاری انجام داده باشم برای خودم به قول شما خوشایند بله. و احساس رضایت بسیار خوب جلب کرده و در این مورد حتما از اطرافیانی که با اونها زندگی میکنه با اونها کار میکنه نظرات آنها رو بخواد بعض وقتا چنان انسان غروری داره یا خصلت بدی در روی حتی افترافیان میترسن به اون نزدیک بشه که باز چی برسه که به او خو... بدیور بگن خب باید به این سبک سو نباشه از ویژگی های عادت های بد که باید بشناسیم یک نورد از یک از موارد اونها میتونه انسان با مر... مثلا محاسبه کردن با دقت کردن در اونها تفکر کردن در کارهایی که بایدن. از داشته اونها رو انجام داده میتونه اونها رو تشخیص بده اما ویژگی های عادت های بد اینه که عادت های بد غالبا انسان رو به سمت سو گناه میکشونه درستم. مثلا کارهای له و لهیب کارهای ناشایسته ام. اینها از عادتهای بعد از متاسفانه از بر بین جامعه امروز دیده میشه ام. که باید اینها به طریقه های مختلف رفع بشه یک مطلب دیگه ای که اینجی وجود داره میتونیم بگیم از ویژگی عادت های بد اینه که هم وقتی که کسی این کارا رو انجام میده کارهای بد رو عادت های هم از چیشم مردم میفته خب او کار میگه مهم نیست از چشم مردم افتاد و زیاد توجه نی. از همه مهمتری که در نزد خدا جایگاهی بین میای باید انسان به این توجه کنه مم. مدارم کار میکنم گناه میکنم خداوند هم به همو اندازه جایگاه مرا پایین تر میاره و بله. هم چون شاهد هست شاهد و ناظر هست بر ما مم. احسن عادت هایی که ما انسان انجام میده به دو صورت ممکن عادت های بد باشه یکی به خود آدم لطمه بخوره عادت های بدی هستن به خود انسان لطمه میزنن داره. به بقیه هیچ کاری ندارن و این آسیب لطمه که به خود انسان میخوره بسیاری از در زندگی از اون تاثیر داره بسیاری امه. از موفقیت هایی که ما نصیبی بشه جلب از اونها رو میگیره شاید خودشون متوجه نیست اصلا حتی آه. سیگا... همین بحث س... سیگار کشیدن که گفتی حتی به سلامتی او لطمه بزنه وقتی امه. انسان سلامتی ندیش چجور می دنبال کارها و تلاش کنه که به موفقیت برسه یا مثلا همین داشتن افکار منفی امه. بعض وقتا میگم من افکار منفی دارم درست. من دو ب... مثلا افکار منفی هستم به بقیه هیچ مثلا استادم این نمیرسون نه مثل وسواس یک کسی که وسواس داره درست. یک عادت خیلی بدیه که در وجوده وجود داره. خب میگه من به خود مرب داره بک. مثلا ممکنه به بقیه زیاد ربط پیدا نکنه ولی چقدر او افکار منفی در او ایجاد میکنه مم. چقدر باعث میشه که برای از او زحمت ایجاد درست. کنه تمام اوقات زندگیش تلخ میباشد اگر لحظه لحظه زندگیش همیشه در یک وسواس فکری یا وسواس هایی که در مسیر زندگی داشته باشه دیگه فکر کنین که او دیگه لحظه لحظه زندگیش چه می هم در رفتار از او باشه اید به خود لطمه میزنه هم در افکار از او باشه حال در رفتاری او باشه مثل همون مثل جویدن نخود که بعضی گفتیم ناراحت هستن نخونا خور می جون خب همون ویروسی به بدن از او ممکنه وارد چه به بدن از او صدمه بزنه اینها از یا هم تا ممکنه در افکار احساسات از او مثل یک وسواس خب به هر دو شک آسیب به خود فرد داره ولی عادت هایی که لطمه باعث میشه به بقیه افراد جامعه